الو ببینین خانم، شما باید اطلاعات درست به ما بدید، بعد لوسی جون بهتون مژدگانی میده. ببینم اسم شما چی بود؟ بزن دیگه. نیلوفر جون، من پیمانم، خوشبختم از آشنایی شما. شما ببینم پروفایلتون عکس داره؟ ببینم تو رو. دیدم ات برو. ببینید من چون متأهل هستم نمیتونم اصلا وارد این ماجرا بشم. من رو خواهش میکنم وارد حاشیه نکنید. اگه اطلاعات دارید زنگ بزنید، اگرم نه که خدا نگهدار. خونه رو بزن. چقدر بد بود. خیلی بد بود. میلت نه باب میلم نبود، واقعا صداش خیلی خوب بود، واقعا تصویرش افتضاح بود. بعد فکر میکرد زوله، داشت زبل بازی در میاد، منو بکشون سمت خودش. منم که ساده داشتم گول میخوردم. یه چیز بهت بگم، هیچ وقت فکر نکن که از یه زن باهوشتری. اونا همیشه چند قدم از مردا جلوترن. کورنر رو بزن دیگه بابا. منو با خودت نباید قیاس بکنی، درست شد؟ من بند رو آب نمیدم که مثل وضعی ها. چه خواهش کنم، زندگی من قاطی شوخی یاد نکنیم پیمان. من شوخی نمی کنم، جدی دارم میگم، باور کن. اون شمال کذایی شما برده چی دختر خاله زنت آوردی انداختی زود اومن ما دیگه مجبور شدم بگیرمش. تو باور شده درسا رو به اصرار ما گرفتی؟ نه پس به اصرار کی گرفتم؟ ازدواج که ازدواج که نکردیم، معامله کردیم. بس دیگه باید اومده مقصر نگردیم، مگه بچه بودی که مجبورتون کنه؟ گل هر کاری کردیم و میل اراده خودم. رضا اون جلو، من قبول ندارم این گلو، من اصلا اینو حساب نمیاد. یه بار دیگه بزنم. نه نه این حساب نیست. یعنی چی سه دو؟ پول ماشین من نمیخوای بدی؟ پول ماشینی که زدی تصادف کردی باهاشو نمیخوای بدی؟ دیوونه آقا. چرا دیوونه؟ چرا من حرفشو میزنم؟ گفتم میدم پولشو دیگه. حالا جلو رضا و منتشو سر من بذاری تو. دو دست باختم، سه دست بردم. چجوری باختی؟ من همه حساب کتاب بکنم جیب تو باید خالی کنی. با ایکس باکس بچه من داریم شرطی میزنیم؟ شرطی نزدیم، سه دست بردم، دو دست باختم. این اصلا پول داره شرطی بهش بزنیم؟ چی شد تو داشتی زمین؟ ولش کن، دیوونه است بابا. آه من دیوونم، راست میگی، راست میگی. چی رو میخواستی بگی تو؟ مالوندی به هم رفتا، چی رو میخواستی بگی؟ آره میخواستم بگم سوهر، من خیلی فکر کردم. پولا رو که جمع کردیم بعد یه مدتی همش رو هم شرکت. کدوم شرکت؟ همین شرکت تبلیغاتی رو میگی دیگه. میفهمم کدوم شرکت، منظورم اینه که کجاست شرکت، جاش کد پستیش کجاست. من با یکی از دوستام صحبت کردم، قرار شد یه جای مطمئن برام پیدا کنم. نگران پول پیشش هم نباشیم با من. بکر. خب تو الان رضا میخوای از شرکت به عنوان یه پوشش استفاده کنی؟ داره؟ آره دیگه، چاره دیگه نیست. ما الان همه جا تحت نظریم، اینجوری میتونیم به همه کد بدیم که مثلا مشغول کار دیگه ایم. عالیه. سویل مشتریش هم پیدا کرده؟ من اونا رو پیدا نکردم، اونا منو پیدا کردن. یه روز تماس گرفتن، فردای قرار مذاکره گذاشتن. باید لباس حسابی و ترتمیز بپوشه آقا پیمان. کامل الان با منی؟ آره دیگه، سوتی هم نما بدیم، من نمیدونم شرکتمون تعطیل. یعنی چی؟ الان من طرز لباس پوشیدم همجوری. دوست داری نیام؟ من همینی هم که هستم، من همجوری بفضلی. پیمان شرایطو درک کن دیگه. درک نمیکنم. سویل حتما یه چیزی میدونه میگه دیگه. بس من لوسی رو میارم. لوسی رو میارم. چی میارم؟ میارم. لجبازیه. نه لجباز چی؟ آقا شما که خارج نبودیم، من بودم. اجازه بدید در مورد این موضوع به خصوص من تصمیم بگیرم. لوسی رو به عنوان یک فرد ایتالیایی میبریم اونجا و میگیم ایشون دکترا، پروفسور، نمیدونم تبلیغات فلانه. درسته؟ بعد میگیم آقا ببین ما چقدر شرکت خفنی هستیم، یه نفر از ایتالیا برداشتیم با خودمون داریم میریم، به ما داره مشاوره میده. چطوره؟ یعنی اول بسم الله با چاخان پاخان شروع کنیم بیاره؟ داداش من اصلا دیگه حرف نمیزنم، بردار یه دست بزن دیگه، لوس بازی نه نه.